بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی یکی از یوتیوبرها امروز به دکتر سعید جلیدی حمله ناجوان مردانه کرد و گفت که افشاگری پور محمدی درباره سعید جلیدی این توییتی که دارید میبینید بعد از مناظره امشب این برنامه رو به هیچ عنوان از دست ندید که دکتر سعید جلیدی قشنگ پور محمدی و پزشکیان رو شست پن کرد ببین چی نوشته میگه پزشکیان امشب افتضاح بود هیچ برنامه ای بجز دوستی و خوش بش برای برجام نداره هیچ برنامه برای ادامه کشور با تحریم نداره گفت نمیتونم اعضای ستادش مثل ظریف و آذری جهرومی و اینا هم خراب کرد گفت خودشون اومدن امشب دیدم دندوناش هم داغون بود به دندوناش نمیرسه چطور به مردم میرسه کلا 20 سال حقوق مفت از مجلس گرفته هیچی از مصوبات مجلس هم نمیدونه حتی برنامه هفتم آخرش هم انشا خوند یعنی دو کلمه حرف عادی رو نتونست از بر بگه صد رحمت به راننده تاکسی اما بریم ببینیم تو مناظره چه اتفاقی افتاد این برادر عزیزم جناب آقای جلیلی من وزیر کشور بودم دیدم که باید سامان بدیم هم به جریان سیاسی هم به جای تشکل های مردمی به خصوص سمن ها سازمان های مردم نهاد رو خب دیدیم وضعیت سازمان مردم نهاد باید نظم قاعده پیدا کنه ایشون معاون منو خواست بهش گفتش که چه کاری داری میکنی سازماندهی میخوای بکنی میخوای انقلاب مخملی و انقلاب رنگی توسط این سمن ها و انجی ها را بیفته برگشت به من گفت کنم نا آقای رو قبول نکن آقای پور محمدی میدونی چرا آقای جلیلی مخالفت میکنه اینجا چون خیریه های مثل اون جمعیت امام علی بود که معلوم شد چی مثل اونها شکل میگرفت دکتر جلیلی میگه اگر خیریه هست سمنی هست انجیوی هست باید یه ساز و کار و چارچوب مشخص داشته باشه هزرتی نیست هر کی از راه رسید بگیم به فرمان برو حالشو ببر همین یعنی الانم هم البته برخیاشون هستن حالا به موقعش ما برنامه می‌سازیم توضیح میدیم به مردم که به کجا کمک کنید به کجا کمک نکنید بحث کرسنت و اس ببینید کرسنت سال 81 قرارداری در دولت وقت تصویب میشه بنا شده از بگو دولت خاتمی چرا میگی دولت وقت دولت خاتمی کرسنت یک خیانت بزرگ که من تو برنامه قبلی توضیح دادم الانم میگم یک حوزه میدان مشترک گازی به نام سلمان که بین ما و امارات هست برداشت مشترک بشه ما قرار شد سهم خودمون رو استخراج کنیم به اماراتی‌ها بفروشیم طول سی سال قرارداد انجام شد اونام سهم خودشونو بردارن چون حوزه مشترکه قرار شد انجام بشه خب شروع شد که مقدمات خودسر اختلاف در قیمت بود و یه حرفای در بود این خیلی مهمه چرا همینجوری میپیچونی میری قرار شده سی سال به قیمت 18 دلار فروخته بشه یه فسادی رخ میده آی زنگنه به عنوان وزیر دو تا شرکت واسطه میان این وسط خب حاکمیت میگه آقا وقتی دولت خودش میتونه بفروشه این دو تا شرکت این دلالا رو چرا آوردی اینجا فسادش معلوم میشه یقهشو میگیرن جلوش هم میگیرن میگن آقا چرا مفت داری گاز ایرانو میدی میره منابع طبیعی ملت ایرانه چرا تا سی سال به قیمت 18 دلار بدی بعد به این الان چی میگه لباس روحانیت هم تنشه این خود طول کشید بعد که بحث قیمت و اختلاف قیمت و اینها مطرح شد دیوان محاسبات هم ورود پیدا کرد و قرار شد که این نسبت به این قصه تصمیم بگیره منم هیچ نقشی نداشتم چون من اون موقع دفتر رهبری بودم سال 81 87 من رفتم سازمان بازرسی دیگه از یه سوال میشه اینو که به من که هیچ ارتباط نداره ولی اطلاعاتم میخوام به مردم بدم الان دکتر جلی خوب ارتباط شو بهت میگه ببینید این پروژه قرار بود گاز بفروشیم پول دریافت کنیم ضمنا امنیت منطقه ای رو با مشارکت دو کشور تضمین بکنیم ضمنا سه سر... نه دیگه اینجا باز داری خلاف واقع میگی اماراتی ها میخواستن میان تو بوموسا تحویل بگیرن اینو جزیره بوموسا ابو موسا هم که بهش میگن تنب بزرگ به کوچیک با ابو موسا اینا سه تا جزیره ایه که اماراتی ها ادعای مالکیت دارن توی قرارداد اینطور نوشته شده که آقا در مرز مشترک تحویل بگیرید وقتی اون بیاد تو جزیره بوموسا تحویل بگیره چهار روز بعد میومد گفت ببین دیدید اینجا مال ماه رفتیم تو مرز مشترکمون گرفتیم دیگه این اتفاقا خطر امنیتی ایجاد میکرد بر ما شما داری 180 درجه برعکس میگی خب همه خودمون گاز میدان گازی مشترک برداریم چرا جلوش گرفتیم تا امروز 22 ساله چند سال اول مذاکره بوده 15 -16 ساله یا آقای زنگنه مجرمه که آقایون میگن متهم متهمش کردن جناب آقای جلیلی و دوست برادرمون خب زنگنه که الان دادگاهی شده بابت این داری چرا جوش میزنی علکی برای اینکه حمله کنی ناجوان مردانه به سعید جلیلی داری تبرعش میکنی خود که داری اعتراف میکنی دادگاهی شده که کسی رو دادگاهی میکنه که یه تامی متوجهش باشه دیگه آقای زنگنه به خاطر چی دادگاهی شده واضحه دیگه یا دوستانی که جلوی اجرای قرارداد گرفتن من امروز به ملت ایران اعلام میکنم این قرارداد میلیاردها دلار منافع ملت رو از دست ما گرفت میلیاردها دلار خسارت بر ما وارد کرد 18 میلیارد دلار تقاضا کرده چند میلیارد دلار تصویب شده تو دادگاه ها سه سال که آقای زنگنه تقاضای مناظره با آقای جلیلی داره چرا جواب نمیده البته آقای جلیلی الان گفت که اصلا تقاضای مناظره نداده اینم یه دروغ دیگه است از اون طرف تو اون دادگاه هم ایران داره یه کارایی میکنه که ما جریمه رو ندیم اینا رو چرا نمیگی فقط یه طرفه داری سیاه نمایی میکنی بعد ایشون میخواد بیاد بشه رئیس جمهور مملکت دقت کنید یا حق با ایشونه یا حق با ایشونه یا ایشون خائنه به ملت خیانت کرده باید پاسخ بده من از سازمان صدا و سیما میخوام جلسه علنی بگذاره مناظره بذاره تکلیف مردم روشن بشه اینه که سیاست داخلی دیکته میکنه بر سیاست خارجی منافع ما رو به خطر میندازه تو این گر, گر, گر ها تو این گرفتاری ها و خط ها این مسئله کشوره و امثال این ما زیاد داریم تو موضوعات مختلف حل بکنیم اینها رو میگذاریم استخون لای زخم بعد هم رو تو کشور میبینیم همون چیزی که الان متاسفانه مشاهدیم دل سردی مردم نسبت به مشارکت سیاسی و حضور بفرمایید. خب خیلی متشکر بحثای خوبی شد به نظر من در بحثایی که اگه ما صحبت میکنیم از اداره کشور و به ویژه شخص رئیس جمهور یکی از موضوعات مهم اینه که رئیس جمهور باید موضوعات رو خوب بداند اشراف داشته باشد با یه جمله که تو راه رو میشنود این ور اون ور میشنود تصمیم نگیرد که حالا چند تا های پور محمدی گفتن خیلی جالبه ارزم به حضور شما من چند نکته ارز کنم در پزشکی حتما دوستان بهتر میدونن اگر شما یک تشخیص غلط بدهید به تبعش تجویزت هم درست نخواهد بود ولی اونجا اگر خدای نکرده تشخیص و تجویز غلط باشه شاید جان یک نفر به خطر بیفته اما در سیاست و در حکمرانی یک تشخیص غلط باعث می شود میلیون ها نفر از اون متضرر بشن من این بحثی که فرمودن وفاق مثلا در سیاست خارجی حتی در مسائل ملی این بحث خیلی مهم نیست وفاق چگونه صورت می گیره؟ اینه که اولا شما راجع به موضوع تشخیص درست داشته باشید شما دارید تشخیص غلط میدید شما موضوعات رو دارید اشتباه مطرح می کنید اصلا نکاتی که دارید مطرح می کنید من حاضرم با خود شما چند سال موضوعات را اصلا نمیدونید موضوعش چیه مذاکره کنید من که طرف شما نیستم من... اون که طرفتون مناظره نه, نه موضوع در موضوع کنید. همین FATF میخوام از اطلاعات حاشیه دارم شما جمله ای رو راجع به FATF بیان کردید دروس حالا نمیدونم خواب نما شده بود یا چیز دیگه اینجا رو خوب دقت کنید بفرستید برای اون یوتیوبری که ناجوان مردانه حمله کرد به دکتر جلیلی که بحث اصلا موضوعی که الان در اف ای تی اف مونده اصلا موضوع اون نیست از اون سالی که شما گفتید اصلا بحث قرارداد اف ای تی اف اون نبود سه سال بعدش پیش اومد راجع به همون از اون زمانی که بود موضوع کنوانسیون دقیقاً بحث من اینه ببین آقای شما میخواهید رئیس جمهور باشید. وقتی که موضوع رو اصلا نمیدونی چطوری میدونم خب نه بگذار تلویزیون مناظره بگذار که من درباره اف و کرسنت صحبت بکنم خب نمی اینجا ادعا بکنم اجازه هست که من صحبت کنم همینطوری هست دیگه ببینید هم کم میشه خود او میگوید چلو یک بند با شما امضا کرده همون آقای طیب نیا شما دارید اجراش میکنید شما هنوز نمیدونید دو دقیقه پیش میگفت نمیدونم همین پور محمدی الان میگه مناظره بذاریم یه ساعت با شما صحبت کنم بالاخره میدونی یا نمیدونی حالا جواب ببین سی و نه بندش رو دارید اجرا میکنید عجب. عجب. بعد میگید که کارها میبینید پیش نمیره بعد رئیس دولت سخنگوی دولت شما میاد میگه که این رو ببینید میگوید تحریم و افایتیف مانع خرید واکسن تیت روزنامه دولتی ایران سخنگوی دولت بعد میلیون ها نفر از این م... ضرر میکنن چون که نمیتونید خب الان اگه فیتیف امضا شده مگه الان ارزم حضور شما این حل شد پس چرا هنوز واکسن رو ما تونستیم بخریم چون که تشخیص غلط میدید تشخیص غلط یعنی تجویز غلط این رو من واقعا آه. یا دوستمون میفرمان مثلا آقا در قضیه برجام بر قضیه برجام مگه این کار انجام نشد مگه نمیگفتن ما با این توافق حل میکنیم میریم مشکلات حل میشه هم چرخ سانتیفیوژ به چرخه هم چرخ اقتصاد به چرخه رفتن چیکار کردن رفتن همین کار رو انجام دادن توافق کردن 15 بار خود آژانس گفت اجرا کردن خیلی هم خوب اجرا کردن تازه بیشتر هم اجرا کردن که مدیون نباشن نتیجه چی شد این یه رو داشته باشید خود آژانس گفت اجرا کردن خوبم اجرا کردن خدا پدرشون هم بیامرزه این تصویر رو داشته باشید بذارید من یه مقدار بزرگش کنم این آقای بهروز کمالوندیه رئیس سازمان انرژی اتمی تو دولت روحانی میگه ما خودمون پیشنهاد بتون ریزی رو ارائه کرده و در برجام گنجاندیم میگه خودمون این کارو کردیم بعد آیه صالحی هم اینو تایید میکنه میگه خودمون با بتون پرش کردیم یعنی پیش دستی کردن منافع ملت رو اینجوری دادن رفته بعد اینا اومدن میگن برجام خوب بود چرا نذاشتید شما رفتید همه چیز رو دادید طرف مقابلم خارج شد گفت خدا نگهدار بعد الان اومدید دوباره میگید برجام 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 اینا انقدر پر روی نجومی که میگفتن دقیقا همینو می میگفتن ادامهش هم بریم ببینیم این که طرف کلا خارج شد اول عمل نکرد بعد اون موقع شما تازه میان کشور رو متهم میکنید این جالبه FATF شما تمام بنداش رو دارید اون نکاتی که همین آقای طیب نیا رو امضا کرد اجرا میکنید عوض اینکه کار باشید میاد ملت رو اینجا بدهکار میکنید کشور رو بدهکار میکنید تو قضیه کرسن جالب تره کرسن چی موضوعش در دقیقه گرسن یه فساد صورت گرفته به سمن بخص کشور <تصفح> رو رفتن یک انوال و سرمایه کشور رو قرارداد داد بسن. فلان شده خب بله بعد برخورد بشه بعد دادگاه محکوم کنه بعد فردی که در این قضیه باید متهم باشه شما برای چی میری به دادگاه شکایت میکنی میگه آقا این قضیه درش فساد بوده به خاطر این فساد من باید مدعی باشیم و این رو نمیتونیم اجرا کنیم چون به سرمایه ملت ما لطمه زده بعد اون دادگاه میدونید چی میگه میگه خب بس چرا رئیس جمهور شما اومد همین کسی که در این قضیه متهم دوباره به عنوان وزیر نف... نف معرفیش کرد میدونی حرفش چیه حرف دادگاه بین المللی اگر اشتباه نکنم که ما رفتیم اعتراض کردیم گفتیم آقا این قرارداد توش فساد بود و اینها باید بالاخره به نفع ایران رأی بدید شما دادگاه چی میگه میگه اگر شما میگید فاسد بوده این آدم آی زنگنه یه فسادی رخ داده تو این قرارداد کرسنت چرا تو دولت بعدی یعنی دولت روحانی این دوباره وزیر نف شده ببین اصلاح طلبا اینجوری گند زدن تو کرسنت زنگنه دادگاهی میشه به خاطر فسادی که رخ داده تو اون قرار داد امارات میره شکایت میکنه دادگاه بین المللی ما رو محکوم میکنه میگه آقا اینقدر جریمه باید بدی چون مثلا قرارداد رو نقض کردی و فلان ما رفتیم گفتیم آقا توش فساد بوده فلان بوده رشوه بوده شرکت های خارجی اومدن فلان اون قبول کرده گفته دمتون گرم اثبات کردید که حق با شماست بعد دولت روحانی میاد همین زنگنه رو میذاره وزیر نفت دوباره اماراتی ها میرن گرا میدن آقا اگر فاسد بود چرا دوباره وزیرش کردن ببین این اینا خیانته اینا رو چون به مردم نگفتن الان یارو کیف میکنه دولت سوم روحانی میخوام آزادی بهتون بدم من درباره مهسا امینی صحبت کردم با افتخار اعلام میکنم اما درباره میترا استاد تهمت زدن بهش گفتن این پرستو بوده شهردار تهران که کشتش نجفی از همین اصلاح طلبها پرستو بوده و فلان بوده و اینا ماسمانش ما کردن رفت تازه کردم بود همون میترا استادم هم کرد بود چطور اونجا به محسا امینی میرسه کرد کرد میگی زن زندگی آزادی میگی اما تو میترا استاد زبونتون بند اومد این رو جواب بدید این رفتار رو جواب بدید یعنی چی راجب سمن شما میگید راجب سمن ها هم باز نمیدم خواب نمار شدید که کی اومده کی به شما چی گفته اگر بحثتون بله شما بگید اون سمن هایی که شما میگفتید من میخوام کمک کنم چند تاش ریشه در فرهنگ ملی ما داشت ما خود شما گفتید هیئت های ما جلسات ما ما بسیاری از نهادهای مردم نهادی داریم که به اون شکل خارجی نداره شما اومدید بودجه های فراوان به کسانی که فقط شکلی است مثل همین شرکت های سوری شرکت های قراردادی اومدن ثبت کردن یه امتیاز دارن میگن انجام میدن اسمش میشه کار ملی اسمش میشه کار اجتماعی سیاسی این معلوم میشه که دقیقا مسئله رو نمیدونید. وقتی که مسئله رو نمیدونید طبیعتا نمیتونید تجویز کنی تشخیص غلط تجویز غلط میاره من اینجا ارزم به مردمون اینه که رئیس جمهور باید بفهمد میخواد چی کار کنی خیلی متشکرم جناب جلیل یه قراردادی 81 بسته شده یه کسایی اومدن مسئول شدند و بعد ماها مثلا 87 شش سال بعد رفتیم سازمان بازرسی دو تا گزارش اومده برای ما تازه دیوان محاسبات کارش کرده بوده ما اون گزارشو منظم کردیم فرستادیم خب حالا موجود سازمان بازرسی میشه ازش پرسید خیلی روشن میشه پرسید اون آقایونی که دو بار آقای احمد نجات خاص مشکل حل بکنه هم پرونده فساد تعقیب بشه بره دادگاه فاسدین محکوم بشن همین قرارداد اجرا بشه تو قیمتش تمام بشه این خسارت عظیم در 18 سال گذشته به کشور وارد نشه آی پور محمدی یا تو باغ هستی یا نیستی اونا میگفتن باید به همین قیمت 18 دلار بدی کجا دیدی 25 سال 30 سال یه قرارداد با قیمت ثابت الان شما میری خونه رهن میکنی امسال میگه 200 میلیون مای مثلا 5 میلیون سال بعد میگه 300 میلیون مای 6 میلیون هی hey میره بالا شما یه جنسی رو میخوای بفروشی جنسی که الان میفروشی تا سی سال بعد به یه قیمت میفروشی چرا حرف زور میزنید چرا خلاف واقع صحبت میکنید یه خیانت بزرگ شده خدا پدرشو بیاموز اون کسی که جلوشو گرفته منابع ملی ما رو داشتن مفت میدادن به اماراتیا میخوای به سعید جلی حمله کنی یه بحث دیگه است اما خلاف واقع صحبت نکن چرا جلوشو گرفتید این با جواب بدید با شعار و داد زدن و اتهام زدن و عصبانی شدن مشکل حل نمیشه آقای پور محمدی از دولت احمد نژاد کنار گذاشته میشه و جالب اینه که بعدها توی دولت روحانی سمت میگیره گره کور ما اما اینجاست توی توییتر یه نفر توییت زده بود من پیداش کنم توی کانال میذارم تو تلگرام و ایتا که لینکش زیر همین ویدیو هست اینو خودتون فکر کنید از دولت احمد نژاد کنار گذاشته میشه توی دولت روحانی سمت میگیره گره کورش دقیقا همینجاست چی میشه شما سهمیه آقای هاشمی رفسنجانی در دولت بودید یا چیز دیگری بوده اینو توضیح بده آقای پور خوب شد آقای زاکانی حرف خیلی خوبی زدن تشکر میکنم اعلام آمادگی کردن بحث کنم ما که طرف نیستیم یا کسی متهمه به اسم آقای زنگنه خیانت کرده دیگه شما اتهام خیانت بهش میزنید او هم میگوید شما مانع اجرای قرارداد شدید ده میلیارد دلار به کشور خسارت وارد کردید دادگاه هم به نحوی داره میرسه البته ما از دادگاه تقاضا داریم زودتر رسیدگی کنه اما این که ملت بدانند آیا در این هفته ده سال چه خسارتی به ملت ایران وارد شده رو بفهمند بده چرا فرار میکنیم خب بیایم حرف بزنیم نه این آقا بره تو دادگاه محاکمه بشه از کجا باید محاکمه بشه شما که خودت قاضی هستی یه نفر دزدی کنه کجا میارنش تو تلویزیون میگن تعریف کنم چیکار کردی نه میبرن تو دادگاه مجازاتش میکنن شما داری فرار میکنی اتفاقا نه بس خیلی خوب دارن جواب تو میدن منطقی فساد شده باید باش مقابله بشه شما میخواستی به یه سری انجمن ها اینها یه بودجه های تخصیص داده باید سوری جلوشو گرفتن فساد دیگه الان من میرم یه مؤسسه ای میزنم سازوکار داره آقا بودجه هم میگیرم یا مثلا کار فرهنگی میکنم یا هرچی اما یه موقع برم نه تو جزیره کیش شرکت ثبت کنم شرکت سوری معاف از مالیات بشم بیام تو تهران دفتر بزنم کار کنم خب اگر قانون رو بفهمیم یه جلو منو میگیره دو, دو تا چهار ساده است چرا آدرس غلط به مردم میدی من نمیتونم با این بشه خب آقا میگه آقا بشونیم ببینیم پرونده چی حق ملته چرا فرار میکنیم از مسائل جدی دور میزنیم فساد بود خب چقدر فساد بود صد بار بزنیم اعدام کنیم اما یک قراردادی که رو دست ملته که نباید زمین گیر بشه چرا قرارداد زمین گیر کردیم اینا مسائل جدید بعد قطنامه حالا بحث برجام کی از برجام اونقدر دفاع میکنه حرفا چیه به منم میخواید تازه بگید من که همون موقع هم نسبت به برجام حرف داشتم یه بحث دیگه است قطنامه هایی در سازمان ملل تصویب شده ملت ما رو بیچاره کرده شما که مسئول بودید چرا جلو این صدور قطع نامه‌ها رو نتونستید بگیرید گذاشتید بیچاره کردن ملت ایران رو حالا میگید چرا میرید مذاکره میکنید چرا قرارداد میاد که اینا رو کم تضعیف کنید اصلا چرا گذاشتید امضا بشه چرا قطنامه نامه صادر بشه شما که مسئول بودید این همه خسارت 15 سال به ملت ایران وارد شده صدها میلیارد دلار این کشور خسارت دیده این همه مشکل مملکت داره و مردم دارند. چرا اجازه دادید چرا عمل نکردید چرا اون قدرت دانشتون قدرت مذاکراتیتون عمل نکرد ها پشت سر هم صادر شد و ما گیر افتادیم تو سازمان ملل که حالا با دریوزگی بریم برجام رو قبول کنیم اف رو قبول کنیم و صد جای دیگر رو اینا مسئله مهم نمیشه فعلا آقا دوران بزن در رو و بگو در رو گذشته اینا باید تا سخ داد خیلی روشن خیلی ممنون من از اینجا به بعد دیگه صحبت نمی کنم این چند دقیقه رو خودتون گوش کنید حالش رو ببرید یا علی من فکر می کنم که بحثا جای خوبی رسید البته خب دوستانی که صحبت از تحذب می بعد کار عمیق تهذیبی رو بیان می کنن زنبیل گذاشتن اینم از این کارهای جالبه یا مثلا صحبت می کنن بزن در رو, رو از قطناما ها صحبت می کنن سه قدنامه اول که آقای لاریجانی زمانشون صادر شد آقای پورمحمدی محمدی عضو کمیته هسته‌ای بود اصلا یادش نیست اینا بحثایی است که جای خودش بحث داره که من نمیخوام بهش بپردازم چون اندازه کافی راجع به این پرداختم همین ها که میگن گفتگو با مردم صحبت کنید من ده, ده ها جلسه در دانشگاه ها شرکت کردم بحث کردم علاوه بر اون چیزی که در مجلس خود نرسیم این رو مفصل توضیح دادیم و من امروز این رو میخوام به ملتمون میگم از همین حرفا خیلی خوبه ما یک گذشته ای داریم یه آینده این این گذشته است که دارن اینا تعریف میکنن یک گذشته غلطی که هیچ نتیجه نداشت دولار سه تومن رو کرد سی تومن تحریم ها رو دو برابر کرد بعد جالبیش اینه که میگن نه همین روش بعد دوباره ادامه پیدا کنه صحبت میکنن که مثلا خب چرا ترامپ خارج شد اگه این بد بود چرا خارج شد چون که میگفت تو همه تعهدات رو انجام دادی من میخوام خارج بشم شما میرفتید مصاحبه میکردید زمان دولت وقت می اومد می گفت که اگه خارجم بشه ما هستیم طرف می اگه اینقدر طرف این توی خارج میشم مثل کسی است که جنس شما بهش فروختی تحویل دادی بعد میگه اگه پولم ندادی من هنوز قرارداد قبول دارم میگه خب خوبه دیگه این که میگه چرا ادامه داده میشه چون این الان طلب ملته شما باید این رو دنبال کنی میگه آقا تو باید بیا تو بدی تو باید سهم تو انجام بدی این بحثه همین که بیان میکنید از اتاق بازرگانی بپرسید من از شما سوال میکنم در این اوج همون زمانی که تازه هنوز خارج نشده بود کل صادرات ما به اتحاد 28 کشور اتحادیه اروپا نصف صادرات ما به افغانستان بود. چرا؟ چرا نتیجه نگرفت؟ من سوال میکنم در همون زمان چرا اینهایی که میگفتن با این مشکلات ما حل میکنیم، چرا یه دفعه همه این چیزا به هم خورد؟ من بحثم اینه، حالا همینا دوباره دارن میترسانن. چون بلد نیستن، چون صحنه رو نمیشناسن. اتفاقا من اینجاست که خوبه اتفاقا این مطالب باید بگید ملت ما اینجا انتخاب کنه آیا یه مسیر چرا رشد اقتصادی در همون سالهایی که میگید این امضا شد شد رشد اقتصادی ما شد صفر شد منفی متوسطش شد هفت دوام درصد ما بحثمون اینه ما صحبت از جهش داریم میکنیم صحبت از یک جهان فرصت میکنیم میگیم با این روش های غلط در سیاست خارجی این که تو هنوز اون طرف نیامد از هشت ماه جلوتر داریم میترسی میگی اگه اومد دیگه چی اینکه اگر میری موفقیتی به دست میاری میگی این موفقیت هم نه این کار ما نبود اون نخواست این بس این رویکت حتما برای کشور جهشی رو به دنبال نخواهد داشت این رویکت حتما نمیتونه برای شما موفقیت بیاره این رویکرد نمیتونه همون جوان شما که میگه امروز نگرانه و به خاطر این مهاجرت میکنه براش نمیتونه شغل ایجاد کنه ما بس این عرصه سیاست خارجی فرصت های فراوانه شما دیدید در سریلانکا نیم میلیارد دلار قرارداد خدمات فنی بسته شد ما با ده ها کشور میتونیم این کارو بکنیم وقت شما بینید جوان شما خواهد رفت اگر من عرض کردم برای هر سفارت شما هر بشه یه سکوی صادرات کشور اگر شما اینها رو تشخیص بدید فقط بازار منطقه اشاره کردن کارشناسا بازار الان دوره بر ما 15 پونزد... کشور اطراف ما فقط بازار صادرات پایین دست پتروشیمیشون 135 میلیارد دلاره با اینکه مزیت نسبی ای ما نفت و گازه سهم ما چی از این و چرا نتونستید این کار رو انجام بدید و این کار بزرگی که در این سه سال شروع شد همینه که آقا این دروازه ها رو داره باز میکنه ما با ترکمنستان 6 میلیارد دلار روابطمون بود همون زمان همینایی که خیلی بلد بودن چیکار کردن رسوندن به 200 میلیون دلار چرا چون بلد نیستن ادعا بله، خیلی خوبه خب امروز که مردم دارن میبینن شد یا نشد اما که میگفتن میشود بلمره روز اول لف شد چی شد طرف کلا خارج شد اما فرمودن که شما چه بحثایی داشتید ببینید ما وقتی که صحبت میکنیم بله ما از امنیت کشور دفاع میکنیم وقتی که ما مسئول شدیم شرق ما رو امریکا اشغال کرده و در افغانستان غرب ما رو امریکا اشغال کرده و همینا از ترسو میگفتن ما باید بریم فلان امتیاز رو بدیم ولی بعد چی شد وقتی که ما تحویل دادیم هر دو تا اینا امریکا با خفت توش مواجه شده بود التماس میکرد ده ها نامه به ما مینوشت که ما در اینجا مشکل پیدا کردیم همین قضیه سوریه وقتی که داشت میومد همین گروه های متعجر به سمت ملت ما داشتن می کی تصمیم دقیق گرفت کیا دوچار خطای راهبردی بودن که هنوز شک داشتن. شک داشتن که آیا باید در این قضیه تصمیم درست بگیرن یا نگیرن اینجا بود که تصمیم درست بود در بحث اقتصادی همین وقتی که بحث اقتصادی پیش من عرض کردم ما هیچ وقت اکتفا نکردیم که فقط حالا بریم گفتگو کنیم بله گفتگو یه وسیله است یکیش خونسا کردن تحریم بود کمیته مقابل با تحریم تشکیل شد ده ها زیر برای مقابل با تحریم تشکیل شد و من اینجا به مردم بگم یکی از برنامه ما اینه که اینا هم کافی نیست ما باید دشمن رو از تحریم پشیمان کنیم و برای این راه داریم و راه بسیار عملی داریم که دشمن اینطور نیست که حالا عمل کنه بعضی جاش خونسا بشه بشه نشه بله وظیفه ماست هم خونسا کنیم هم رفت کنیم اما باید دشمن رو از تحریم پشیمان کنیم اتفاقا با ابزار اقتصادی اتاقا با همین دانشمندانمون با همین جوانان متخصصمون خیلی ممنون متشکر آقای پور محمدی <تصح> پریشب بعد از جلسه نکته خوبی گفتن گفتن شما برنامه های خیلی خوبی داری همهش هم قبول دارم تو همه چی هم کار کردی اینا رو بده به ما حتما من چیز بشم اینا رو اجرا میکنم ما حاضر بودیم بدیم که شما اگه برنامه ندارید الان نگید که به نداشتیم سال ما برای این پوست زنبیل نداشتیم اتفاقا باید بذارید باید برای این موضوع اگر وارد میشوید احساس وظیفه کنید به قول خودتون بیگدار نیایید بدون تحذب بدون کار نمیشه اگر شما میخواهید کار کشور رو اداره کنید باید به اون اشراف داشته باشید این افتخار نیست که من هیچ کاری نکردم برنامه هم ندارم برنامه همه همه هم هم تو خوبه دارم. بده من اجرا کنم و بعد این بحث رو پیش ببرم بعد موقع چون چیزی نداریم یه روز از این ور بگیم یه روز از اون ور بگیم یه چیز دیگه البته من فکر میک میکنم اینا وقت ما رو میگیره یعنی وقت ملت رو میگیره ملت ما امروز اتفاقا بهترین ظرفیته ما وقتی میگیم ایفای نقش پرشکوه برای هر ایرانی دقیقا برای این موضوع است یعنی بعد شما این رو قائل باشید این که من در دو سال دان... اخیر در هر دانشگاه گفتم هر دانشگاه یک دولت سایه اون سمن واقعی اینه اون تشکل نهادهایی که برس میکنن مردمی اینه که شما به دانشگاه بها بدی نه اینکه بگی نه اینا رو نمیخواد نه اینکه بگی اصلا دولت سایه چیه نه اتفاقا این بس که ما میگیم که باید دولت ها رو کمک کنید با تصحیح با تایید با تکمیل دقیقا بر این اساسه که این یک به هر حال روی کردی میخواد این روی کرد رو نداشته باشیم فقط بیایم بعد بگیم آقا تعذب بعدم الان بگیم آقا یه برنامه بدید من همون اجرا کنم این جواب نمیده اما بحث دیگه که م سو موضوع سیاست خارجی مردم عزیز ما امروز بزرگترین فرصت هامون تو سیاست خارجی است که متاسفانه ای در هشت سال اون رو از بین بردن اون رو از به بحانه های مختلف نمیتونه سنساده کنه سوال میکنم برجام برجام باید گفتن چی شد همینایی که میگفتن ما با یه حل میکنیم دلار 3 تومن شد 30 تومن تحریم های 700 تا شد 800 تا شد 1500 تا آیا مشکل مردم حل کرد یعنی جواب باید بدم بعد میگن که بله شما که کارشناسی هم نیستین از یک طرف صحبت از وفاق میکنن از یک طرف هیچ کی رو قبول ندارن شش جلسه تو برجام اون بحثایی که ما کردیم امروز نه برای شما برای ملت برای تاریخ مونده کدام یک از اونها غلط در اومد همون زمان ادعی نوشتن که جلیلی گفت آقای ظریف گفت می شود جلیلی گفت نمی شود حالا شما بگید شد یا نشد تحریما برداشته شد یا نشد این نظر کارشناسی اینه بله همون زمان به شما گفتیم که شما در زمان این رو دارید اجرا میکنید در زمانی دارید این امتیازات رو میدید که خود اوباما اومد فیلمش از بیان کرد که گفت ما دیگه هیچ ابزاری نداشتیم داشت تمام اهرم فشار اقتصادی ما به بنبست میرسید خوشبختانه تونستیم این توافق انجام بده. این که پخش کردیم ما آیا اینا رو ندیدید بحث من اینه من دقیقا بحثم اینه با این موضوعات هشت سال اون یک جهان فرصت رو از ملت دریق داشتید هشت سال کشور رو معطل کردید هشت سال فرصت اشتغال فرصت ارزاوری رو از بین بردید برای اینکه یکی از بحثهایی که این کشور بخواد نزد پیدا کنه همینه نباید اجازه بده یک ماه بره سرمایه ملت حالا تو بحث سیاست خارجی چیه بحث سیاست خارجی دقیقا اینه سیاست خارجی بس سرمایه های ملت رو ارتقا بده نه که به باد بده تو همین قضیه که میگن چی بود ملت سرمایه‌ای رو داشت اومدم گفتن خیلی خوب رو راحت میدیم بعد چی شد بعد هم کلا خارج شد بعد میگن که حالا چرا خوب خارج, خارج شد خب بله وقتی که میگه که تو همه کاراتو انجام دادی بعد میگه چی میگه من صبر راهبردی میکنم من کاپ اخلاق گرفتم همین کسانی که میگفتن چرخ اقتصادی به چرخه افتخارشون شد که کاپ اخلاق بگیرن افتخارشون این شد که بله ما اصلا قرار نبود اقتصادی باشه ما قرار بود امنیت بریم بعد امنیتم هم دیم به دست نیامد با همین رفتارهای اینا اومدن اون سلیمانی عزیز ما رو شهید کردم بعد گفتم خب ما عوضش کاپ اخلاق گرفتیم تعهداتمون رو انجام دادیم اینه آیا این میشه اون سیاست خارجی این میشه اون ریاست جمهوری که باید از حقوق ملت دفاع کنه از منافع کشور دفاع کنه بعد بفهمد چیست بعد بفهمه چه قراردادایی چه توش پیش میاد نه که بگم من تو کشوم گذاشتم خیلی منظم گذاشتم چی شد نتیجهش چرا پیگیری نکردی شما باید جواب بدی. شما رئیس سازمان بازرسی کشور بودی این موضوع به این مهمی در زمانی که شما بودی این رو بعد پیگیری می‌کردی در موضوعات اقتصاد اقتصادی سیاست خارجی عزیزان من مردم عزیز ما امروز در یک فرصت کم نظیر هستیم ما در یک شرایط بسیار خوب هستیم ما امروز می توانیم جهش اقتصادی داشته باشیم ما با فناوری ها و دانشمندانی که داریم می توانیم این رو عرض کنم ما در عرصه اقتصادی می توانیم جهش داشته باشیم نه فقط در اقتصاد بلکه سطح قدرت کشور رو ارتقا بدیم اینطور نیست که اگر مثلا شما امروز در هوش مصنوعی در کوانتوم عقب بیفتید چهار سال عقب بیفتید یک دفعه چهل سال عقب میفتید چون دیگران شما رو محدود خواهند کرد خیلی متشکرم جناب جلیلی